دادگاه اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق یک روزنامه‌نگار ایرانی را به اتهام جاسوسی برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای آدمربایی به 5 سال و 1 ماه حبس محکوم کرد. سمیرا مرادپور سردبیر هفته‌نامه رژمان چاپ سنندج متهم این پرونده است که به گفته دادگاه به اتهامات مطرح شده علیهش اقرار کرده. یک منبع امنیتی اقلیم کردستان عراق که در جلسه دادگاهی حضور داشته و نخواست نامش برده شود به ایران اینترنشنال گفت متهم به بیش از 90% اتهامات وارد شده اقرار کرده است. وی با صراحت اعلام کرده که هدفش ضربه زدن به یکی از شهرهای مخالف جمهوری اسلامی ایران که در اقلیم کردستان بوده است. همزمان وبسایت آوا تودی در خبری نوشته که این روزنامه‌نگار به همراه تیمی از اطلاعات سنندج و اطلاعات تهران تلاش کردند با نزدیک شدن به علی جوانمردی، روزنامه‌نگار مستقل که تابعیت آمریکا را دارد، طرح دستگیری و یا اگر نشد قتل او را عملی سازند. این منبع امنیتی به ایران اینترنشنال گفت پس از دستگیری مرادپور از سوی نیروهای امنیتی اقلیم کردستان، کنسولگری جمهوری اسلامی طی نامه‌ای خواستار توضیحات در مورد دلایل دستگیری سمیرا مرادپور شدند. اما دادگاه در نهایت پس از 2 سال مرادپور را به اتهام جاسوسی و تلاش برای قتل بر اساس ماده 1 ترور به 5 سال و 1 ماه حبس محکوم کرد. این نخستین بار است که اقلیم کردستان عراق یک ایرانی را به اتهام جاسوسی و تلاش برای ترور به حبس طولانی مدت محکوم می کند. کنسولگری آمریکا در اربیل در جریان این دادگاهی بوده و به نظر می رسد همین مسئله باعث شده که دادگاه اربیل با آزادی عمل بیشتری اقدام به محکوم کردن عامل وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کند. سمیرا مرادپور صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه رژمان بوده. نشریه رژمان از سال 1395 فعالیت‌هایش را آغاز کرده بود و از سوی نهادهای امنیتی استان کردستان تأمین مالی می‌شده و با هر دو زبان کردی و فارسی بیشتر فعالیت‌های استانداری وقت را پوشش می‌داده است. مسئله نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در عراق و ضربه زدن به مخالفان سیاسی در این کشور همیشه مطرح بوده. دستگیری سمیرا مرادپور همزمان با ربودن روح الله زم سردبیر آمد نیوز از بغداد به ایران بود، اما تا کنون جمهوری اسلامی درباره محکومیت مرادپور به اتهام جاسوسی و اقدام برای آدمربایی و ترور واکنشی نشان نداده است. روسک صادقی، ایران اینترنشنال، اربیل.